رئیس جمهوری آمریکا امروز میزبان کنفرانس بین المللی امنیت هسته‌ای جهان است. کاخ سفید میگوید در حالی که غیر ممکن است چگونگی احتمال حمله هسته‌ای توسط گروه‌های افراطی را تخمین زد، اما همکنون 2000 تن اورانیوم بسیار غنی شده و پلوتونیوم در سراسر جهان در برنامه‌های نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شود. بن رودز مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید ما از خواست گروه‌های تروریستی برای دسترسی به بمب اتمی آگاه هستیم و به همین دلیل باید تلاش‌ها برای حفظ امنیت هسته‌ای بیشتر شود. امروز رهبران بیش از 50 کشور و سازمان بین‌المللی برای شرکت در کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای به شهر واشنگتن آمدند و خب جلسات دو روزه این کنفرانس بر نهایی کردن مقررات و روش‌های تامین امنیت هسته‌ای متمرکز است. همکارم گیتا آریان که در محل برگزاری اجلاس تامین امنیت مواد هسته‌ای است، جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد. از واشنگتن شروع شد و به واشنگتن هم ختم پیدا می‌کند. نمایندگان 56 کشور و سازمان بین المللی میخواهند استانداردی برای تأمین امنیت مواد اتمی تهیه بکنند. اینکه چگونه کشورهای دارای این گونه مواد میتونن اینها را از دسترس گروه‌های تروریستی دور نگه دارن، خصوصا با توجه به حملات اخیر در اروپا و همینطور در ترکیه که گروه خودخوانده دولت اسلامی مسئولیت اون رو بر عهده گرفته. از طرف دیگه آزمایش های اخیر کره شمالی هم مایه نگرانی هست. روز اول که امروز پنجشنبه باشه، ابتدا رئیس جمهوری آمریکا ملاقات های چند جانبه خواهد داشت با رئیس جمهوری کره جنوبی، با نخست وزیر ژاپن و در رابطه با کره شمالی و همینطور بعداً با رئیس جمهوری چین. بعد برای نخستین بار هم یک نشستی اختصاص خواهد داشت به مبارزه با داعش و اینکه چگونه میشه جلوگیری کرد از اینکه اون گروه به چنین مبادی دست پیدا بکنه. به هر حال اجلاس عملا از امشب شروع میشه و اینکه ابتدا در کاخ سفید پرزیدنت اوباما میزبان رهبران گروه های و کشورهای شرکت کننده هست و بعد در وزارت امور خارجه وزیر خارجه آمریکا میزبان اعضای هیئت‌های شرکت کننده هستند. و اما اینجا سوال مطرح شده که چرا ایران غایب هست. دولت آمریکا میگه که ایران از زمانی که این اجلاس ها شروع شد در سال 2010 در موقعیتی نبود که دنیا بخواد اون کشور در این گونه اجلاس ها شرکت بکنه، برای اینکه اون موقع میخواست کشورهایی باشن که بتونن یک نقش سازنده داشته باشن. اما یک کارشناسی که من با او صحبت کردم معتقد بود که این بهترین فرصت بود برای اینکه ایران رو بشه با دیگر کشورها همسو کرد. I think the nuclear security summits would have offered Iran an opportunity. اجلاس امنیت اتمی به ایران فرصت خوبی میداد تا در مقابل جامعه جهانی و دیگر کشورهای اتمی بایستد و تعهدات لازم را بدهد. به دنبال شریکی باشد، خصوصا یک شریک منطقه‌ای، تا با یکدیگر در زمینه‌های مشترک همکاری کنند و اقدام‌های لازم را در زمانی معین انجام دهند. به نظر من یک جنبه مهم این نشست‌ها تعهد کردن و بعد گزارش دادن پیشرفت کار است. در هر صورت اجلاس امسال آخرین این گونه تجمعات هست و انتظار دارن کارشناس ها و تحلیلگران که دستاورد این اجلاس بعداً ادامه پیدا بکنه و پیگیری بشه.